Present Continuous. در واقع الان میخوایم در مورد یه استراکچر و زمانی صحبت کنیم که شما دارین در مورد فعالیت های حرف میزنین که همین الان اتفاق میفته همین الان یعنی now right now at the moment of speaking یعنی همین الان الان اگه من دارم صحبت میکنم همین الان مادرم داره آشپزی میکنه پدرم داره روزنامه میخونه همسرم سر کار داره کار میکنه این مدل صحبت کردن و این جملاتی که مربوط به این زمان هست و شما باید با ساختار بگید. Look at this picture. به این عکس نگاه کنید. ببینید شما افراد مختلفی رو توی اتاق میبینید که همین الان هر کدوم در حال انجام یک کاری هستند. یعنی شما مثلا میخوایید بگید سیندی همین الان داره مشقش رو مینویسه، ایوان داره تمراد رو توی آلبوم تمر میچسبونه، گراند ماسو همین الان داره چایی میخوره، یوسل سگشون همین الان کنار شومینه خوابیده بیبی بن داره با توپش بازی میکنه و دد یا پدر داره چای میریزه دقیقا تمام این فعالیت ها همین الان داره اتفاق میفته بنابراین واسه یه همچین مدل جملاتی که شما میخواید تو حرف زدن استفاده کنید باید از استرکچر پریزنت کانتینیوس استفاده کنید خب دقیقا مثل تمام ها این هم یه ساختار خاصی داره که بعد از فرمولش پیروی کنین تا جملاتی که میخوایم بگین دقیقا مثل یه نیتیو سپیکر بشه. ببینید برای ساختار present continuous شما باید طبق معمول سابجکت داشته باشید به اضافه با توجه به سابجکت یکی از افعال تو بی. am, ام، ایز یا آر. برای این مثال اگه سابجکت هست آی مسلما آی ام. اگه سابجکت هی، شی یا هر سابجکتی که این مفهوما رو داشته باشه ایز. اگه سابجکت دی وی و یا هر سابجکتی که این مفهوم رو داشته باشه آر پس سابجکت به اضافه افعال تو بی ام ایز یا آر یکی از اینها به اضافه مدل جرند ورب جرند یعنی در واقع اون فعلی که حالت آی ان میگیره یعنی به فعل شما آی میدید پس تا اینجا میشه در واقع ساختار اصلی ای که با پرزنت کانتینیوسه آبجکت همونجوری که قبلا گفتیم آپشنال بعضی فعل ها آبجکت دارن بعضی ها ندارن اکسترا انفورمیشن تو بعضی جملات هست بعضی ها نیست و تایم اکسپرشن تایم اکسپرشنی که مربوط هست به پرزنت کانتینیوس اصولا همین ستایی که بهتون گفتم ناو رایت ناو ات دی مومنت اینا همه تایم اکسپرشن هایی هستن که مربوط به زمان پرزنت کانتینیوس هستن میریم سراغ مثال برای مثال شما میخوایم بگین که ایوان همین الان داره تمرها رو توی آلبومه میذاره So you can say ایوان is putting stamps in the album now به همین ترتیب شما میتونید جملات دیگر رو در مورد سیندی، گراند ماسو، بیبی بند، یوسل و دد بگید و این در گروه اینه که طبق معمول شما فعلها رو بلد باشین که این فرمول و این استرکچور روش پیاده کنید سیندی is doing Her homework. do homework. Pas Cindy is doing her homework. Grandma Sue is drinking tea. Baby Ben is playing with his ball. Dad is pouring tea. Yusel is sleeping next to the fireplace. برای مثال ایوان همین الان داره تمرها رو توی آلبومه میذاره. سیندی داره مشقش رو مینویسه. گراند ماسو داره چایی میخوره. بیبی بن داره با توپش بازی میکنه. پدر یا دد داره چایی میریزه. یوسل کنار شومینه خابیده. بنابراین تمام این معنی ها همین هستش که شما با present continuous بگید در واقع همون مفهوم رو کامل و درست به شنونده القا کنید خب طبیعتا شما میخواد یه سری جملات منفی بگید مثلا میخوام بگید من همین الان دارم نماز نمیخونم من همین الان دارم نهار نمیخورم فلانی همین الان داره کار نمیکنه طبیعتا شما احتیاج به جملات منفی هم دارید بنابراین خیلی ساده قسمتی که شما اما ایزار میادید بعدش نات میذارید برای مثال سابجکت به اضافه ام ایز آر با توجه به اون سابجکتی که دارید یکی از این افعال نات بعدش جرند ورب object, اکسترا information و تایم expression که میتونن آپشنال باشن For example شما میخوایم بگین ایوان همین الان در حال رقص نیست یا همین الان داره رقص نمیکنه ایوان is not dancing right now Cindy is not sleeping right now. Grandma Sue is not writing now. Baby Ben is not singing at the moment. Dad is not working now. cell is not barking right now. خب دقیقا مثل تمام استرکچرها شما باید مدل سوالیش رو هم بلد باشید. قالب همون قالبه فقط میگم اون قالب با توجه به ساختار فعل و اکسیلری متفاوت میشه. برای یه سرنا Questions و WH Questions اکسیلری سابجکت ورب خب توی پرزنت کانتینیوس آکسیلری در واقع همون اما ایز و آر حساب میشن یه جو فعل کمکی ان که باهاش بتونید سوال کنین و بتونید در واقع منفی کنید سابجکت که مشخصه فعل هم توی پرزنت کانتینیوس با مدل آی یا همون جرند وربه برای همین شما میگید ایز شی دانسینگ یعنی فلانی الان داره میرقصه آر دی چیتینگ این دی اکسام ناو اونا الان دارن تو امتحان تقلب میکنن Am I crying now? من الان دارم گریه میکنم بنابراین اینها مدل yes or کوشن no هست از قالبش خارج نمیشید ولی طبق ساختار فعل رو مدل ساختار میگید اکسیلری ها هم متفاوته برای WH questions هم همینطور دوباره ساختار همونه WH question word اکسیلری. subject verb اگه بعدش میگم آبجکتی اومد نمیدونم اگه بعدش تایم اکسپرشن میخوایم بیارین یا اکسترا اینفورمیشن اینا مهم نیست در واقع ما داریم در مورد اون بیس سوال میگیم که اصل کاری اونه یعنی شما اون اول سوال هر ساختاری رو درست بگید دیگه بقیهش آپشناله ممکنه بعضیاشون باشن ممکنه تو بعضی جملات نباشن For example, وات از شی doing ناو اون خانومه یا اون دختره الان داره چه کار میکنه Where are you going? داری کجا میری؟ Why is she crying? چرا داره گریه میکنه؟ Who is she talking to? داره با کی حرف میزنه؟ پس به همین راحتی فقط میگم از قالب اصلی خارج نشید و طبق هر ساختاری آکسیلری مربوطش و مدل فعل مربوطه رو توی فرمول بذارید دقیقا صحبت کردنتون به همون تمیزی میشه که اون نیتیو داره صحبت میکنه. خب حالا که میتونیم هم سوال کنیم و هم جواب بدیم چه در قالب جملات مثبت چه منفی در واقع در مورد تک تک اینها میپرسیم و جواب میدیم میخوایم بپرسیم سیندی داره چه کار میکنه سیندی داره مشقش رو انجام میده ایوان داره چه کار میکنه ایوان داره تمره رو توی آلبوم میچسبونه مادر بزرگ سو داره چه کار میکنه مادر بزرگ سو داره چای میخوره پس هم سوال رو میتونیم بپرسیم و هم جواب رو For example, What is Ivan doing? Yvonne is putting stamps in the album now. What is Cindy doing? Cindy is doing her homework. What is Grandma Sue doing? Grandma Sue is drinking tea. What is Baby Ben doing? Baby Ben is playing with his ball. What is Dad doing? Dad is pouring tea. What is Yusel doing? Yusel is sleeping next to the fireplace. <applause> یه نکته خیلی مهمی که اینجا خودش رو نشون میده و باید حتما بدونید دونستن فعلهای استیتیو هست. یه سری فعلها بهشون میگن استیتیو ورپس. در واقع این فعلها فعلهای هستن که به هیچ عنوان آی نمیگیرن. پس تو هیچ تنس کانتینیوسی نمیتونید جا بدید. اولیش همین پرزنت کانتینیوسه شما مثلا میگم همین الان میخوایم بگم نفر بگین من با تو موافق هستم هیچ وقت نمیتونید بگید I am agreeing این کاملا غلطه حتما باید مدل سیمپل پرزنت استفاده کنید ولو تو ذهنتون معنیش معنی هستش که به پرزنت کانتینیوس میخوره پس شما حتما باید بگید I agree یا مثلا شما میخواین بگین که من عاشقتم خب همین الان این حس توی شما هست اما هیچ وقت نشدین کسی به کسی بگه I am loving you این کاملا غلطه بنابراین مدل simple present میگن همه میگن I love you پس تمام این فعل هایی که اینجا هستش بهشون میگن Stative Verbs یه سری فعل هستن که کنارشون ستاره داره این ستاره ها معنیش اینه که اگه اون فعل معنی متفاوتی داشته باشه خب دیگه استیتیف حساب نمیشه برای مثال فعل have ببینید فعل هف به مفهوم داشتن همون معنی اولیش استیتیو شما هیچ وقت نمیتونید بگید I am having two brothers ولی اینکه شما همین الان دو تا برادر دارید اما همیشه مدل سیمپل پریزنت میگید I have two brothers I have a car I have a house پس سیمپل پریزنت میگید اما یه زمانی هست هف مفهوم چیز دیگه یه داره. مثلا شما میخوایم بگید have a party یا میخوایم بگید have breakfast. اینجا دیگه معنیش عوض میشه وقتی شما میگی have a party یعنی take a party یا وقتی میگید have breakfast در واقع مفهومش هست eat breakfast. پس اونجا شما میتونید مدل present continuous بگید. اونجا میتونید بگید i'm having breakfast. I'm having a party. پس بنابراین این فعل هایی که ستاره گذاشته یعنی اگه با مفهوم دیگه ای با معنی دیگه ای باشند شامل این قانون نمیشه اما با اون مفهوم اصلیشون در واقع استیتیو حساب میشن پس به هیچ عنوان آی نمیگیرن پس تو هیچ مدل کانتینیوسی هم نمیتونید استفاده کنید پس همونجور که بهتون گفتم present continuous شامل استیتیو وربز نمیشه ما چیزی به نام I am agreeing I am knowing نداریم به جاش present simple استفاده میشه I agree یعنی موافقم I know یعنی میدونم خب الان با توجه به عکس هایی که براتون میفرستم قشنگ ببینید اون فرد همین الان در حال چه کاریه و جملهش رو بگید بعد از هر عکسی یه مکسی میکنم بعد جمله رو با همدیگه چک میکنیم چیمنی cleaner لابره کسی که دور رو تمیز میکنه از شغلش هست چیمنی کلینر. so what is the chimney cleaner doing? the chimney cleaner is sleeping right now. bob, what is bob doing? bob is playing. Team and his fiance tim و نامزدش What are Tim and his fiancée doing? Tim and his fiancée are kissing each other. Granny. What is Granny doing? Granny is knitting. در واقع مادر بزرگ داره بافتنی انجام میده. Gustav. What is Gustav doing? Gustav is painting now. Lena. What is Lena doing? Lena is cooking right now. Greg. What is Greg doing? Greg is watching football on TV now. Tom and Sue. What are Tom and Sue doing? Tom and Sue are dancing at the moment. Look at this building. There are eight flats in this building. Look at the people and answer this question What are these people doing in each flat right now? Please subscribe the channel if you want to see other videos. Push the bell button to get the notification for the new videos. And like it if you learned anything new. اگه میخواین ویدیوهای دیگر ببینید و پیج رو گم نکنید حتما سابسکرایب کنید برای دریافت نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید دکمه زنگوله رو بزنید و اگه این ویدیو برای یادگیریتون مفید بود ممنون میشم لایک رو فراموش نکنید. Thanks a lot. See you.